شماره که شما اشتراک کرده بودین خانمها زیاد بودن یا ای که بیشترش آقایان بودن؟ کلا اگه یک رقم سعی کنیم تعداد بانوان هنرمند خیلی کمتر از آقایان هست در اندوستری موسیقی ما، و ولی که خب تعداد خیلی زیاد از بانوان نازنین تشریف آورده بودن، مثل غزال جان عنایت، مثل تمنا جان تابه، شبانه جان مهریار و خیلی دختر خانمای نازنین دیگه، همچنین دوست نازنینم نیلاب جانم بودن. خیلی دختر خانما و بانوان خیلی زیاد بودن، ولی که خب نسبت به آقایان خیلی کمتر بودن ما. خب ماندگار عزیز، استقبال مردم چطور بود در مقابل شما؟ چه قسم استقبال کردن؟ استقبال مردم واقعا خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، یعنی خیلی گرم استقبال شدیم. یک پروگرام بود که میشه گفت بین 4-5 ساعت طول کشید، ولی که همه تا لحظه آخر در سالن بودن، تشویق میکردن هنرمندان، و فکر کنم که بسیار خاطر انگیز بود برای هموطنایی که به این جشنواره آمده بودن برای دیدن هنرمندای مورد علاقه خود، برای استیج پرفورمنس ها. خیلی واقعا یک استقبال خیلی گرم شد. بله واقعا یک بهانه است که آدم دوستا را میبینه، و اتفاقا خانم ماندگار عزیز، ما هم سالانه هر سال خبرنگارا دعوت میشن به فرانکفورت. ارسا مساله در فرانکفورت بود، اما نمیفهم مثال چی تصمیم میگیرن، و ادوج ما هم تمام همکارای خود، تمام خبرنگارا را، تمام همکارای عزیز خود ادوج میبینیم، ملاقات میکنیم، بسیار لذت میبریم، واقعا بسیار لذت بخش است. دقیقاً میشه گفت یک رقم همین بهونه ای که ما هنرمندها دور هم دیگه جمع شدیم، آورد شو واقعا به کنار، ولی که ما هم هنرمندا که خودم دیگه گپ می‌زدیم، شما فکر کنین ما حدود 3 روز زیر یک سقف بودیم، هم میگی هنرمندا از سراسر جهان جمع شده بودیم، و هم میگی دور هم خوش بودیم، میگفتیم، میخندیدیم، موسیقی میکردیم، زمزمه میکردیم. واقعا بله بله درک میکنم، خیلی خوشایند بود برای هم میگی ما. بله یقینا من درک میکنم. برای ما هم از تلویزیون ملی تمام کارمندانش حضور می‌داشتن، واقعا به گفته شما بسیار لذت بخش می بود که آدم عزیزای خود از نزدیک بعد از سالهای دور دراز می دید. دقیقا امی گپ بود، و برای ما که یک خاطره واقعا فراموش نشدنی بود. یقینا بله، اما تو یک چیز است، شما از کدام آهنگتان آوردتان گرفتین؟ هنرمند تازه کار و فعال سال من، خب به یک سال چندین آهنگ بیرون دادم، ولی که آخرین آهنگ من به عنوان لبخند بهار بود. آها، او آهنگ اجرا کردین امو شبت من؟ من یک آهنگ، او آهنگ چون خب کلیپ شده بود، ولی که وقتی که تو جشنواره ها میشه که خب مسلما از یک از تلویزیون های جهانی ما به نشر میرسه، بیننده های خیلی بیشتری داره، من انتخاب کردم که یک آهنگ در وصف زنان افغان بخونم، آهنگ کاملا تازه که برای اولین دفعه برای اوارد شو من در نظر گرفته بودم دیگه. بخیر آهنگ زن اجرا کردم، که یعنی اجرا میشه بخیر به خاطر از اینکه وقت خیلی کم بود، و یگان تا از ما هنرمندها وقت از این نرسید که آهنگ خود اجرا کنه، ولی باز هم رامین جان و منصور جان خیلی تدارکات دیده بودن، یک گروه دنسر آماده کرده بودن با پرچم افغانستان که قرار بود روی استیج بیاین و با می آهنگ اجرا کنن، ولی خب رقم دیگه اجرا میشه که بخیر در همین جشنواره بگنجه یعنی آهنگ. خب به هر صورتش ما یک آهنگ داریم از شما، میخواییم یک آهنگ شما را به نشر برسانیم تا بیننده های عزیزم ببینن و لذت ببرن. بله تشکر از شما، چرا که نه، با هم یک جا میبینیم. ماندگار آهنگ بسیار زیبا، کلیپ بسیار زیبا هم شده بود. شما ما تشکر، زنده باشین. این آهنگ اثر از شکیب جان مصدق که آهنگش رو کمپوز کردن، و من هم واقعا خیلی آهنگ خوش دارم. بله آهنگ بسیار زیبا است، برای شعر کمپوزیشن بسیار عالی و زیبا بود. شما چند آهنگ دارین و چند آهنگتان کلیپ شده؟
در مورد آهنگایتون کم صحبت کنیم. آهنگ که من زیاد دارم میشه گفت یک آلبوم کارهای خود من هست که همه نا تقریبا میشه گفت کلیپ شده و خب امیال کم یک آلبوم دیگه من آهنگ دارم آودیویو که به خیر اونا دارم کم کم مایم که کلیپ بسازم. دیگه آهنگ ها و آهنگ های کاملا متفاوت از هم دیگه هست و اگه عزیزایی که مر میشناسن کارهای مر میبینن من اون سبک مختلف خود خور پیش میرم و کارهایی که میکنم سعی میکنم مدرن باشه چون به نظرم امی موسیقی ما باید مدرن بشه مثل موسیقی کشورهای دیگه و به هم یک سبک نمونه و همون سبک قبل از جنگ. به خاطر این سعی میکنم که تنوع بیارم کارهای جدید بسازم و امیدوارم که هموطنهای نازنینم پسند کنن. بله یقین تنوع باعث پیشرفت انسان ها در زندگی میشه. بله شما هنرمند بودن مسلکتان است و یا که شوقتان است؟ دیگه در قبال هنرمندی که هنرمند هستین دیگه چی مصروفیت دارین و یکی امی مسلک شما است؟ هنرمند بودن شوق من هست. بله و من هیچ وقت نخواستم و فکر نکنم خواسته باشم که فقط هنرم بیزنسم باشه به خاطر از اینکه خب من فارغ التحصیل از رشته فوق لیسانس حقوق اجتماعی هستم. حدود یک دو سه سال پیش میشه که فارغ التحصیل شدم از این رشته و در بخش قانون با مهاجرین کار میکردم ولی که باز کم کم ما فامیلی بیزنس هم داریم که همراه برارای نازنین خو فامیل عزیز خو بیزنس فامیلی خورم پیش میبرم و در کنار زندگی شخصی و کاروبار رئیس یک شرکت هم هستم. دیگه در کنار همه اینا سعی میکنم کار هنری خود چون عشق و علاقه که من واقعا هیچ وقت افغانستان نبودم اما عشق علاقه به وطن و هموطنهای من باعث ازی شد که من رو به دنیای هنر بیارم. بله یقینا پس علاقه و شوق شما را کشانید به سوی هنر. دقیقاً علاقه و شوق من به افغانستان و هموطنای من. قسمی که ما پیشتر ما شما یک تماس تلفنی داشتیم در راه بودیم من فکر کردم که شما در آمبورگ تشریف دارین اما شما در بله شما در دنمارک زندگی میکنین چون ما شما به تلفن ها همیشه تماس داشتیم ما هیچ وقت نپرسیده بودیم که شما کجا زندگی میکنین. پس شما در دنمارک زندگی میکنین؟ بله به دنمارک زندگی میکنم ولی که خب چون واقعا کسایی که خود از اونا همکاری میکنم از لحاظ آهنگ فاروق جان ویس زیاد همکاری دارم از همراه نازنین ما که یک از بیست میوزیک پرودوسر های ما هستن به آلمان زندگی میکنن. دیگه بهترین دوست من نیلاب جان به آلمان هست و بیشتر کارهای هنری من به آلمان رخ میده و من همیشه سعی میکنم که از دوشنبه تا جمعه دفتر باشم و جمعه تا یکشنبه تخصص میدم به کارهای هنری خو معمولا آلمان میباشم. خب پس دستبندی کردین کارا را. آه دیگه اگه میشه گفت هفت روز هفته من سر کارم اصلا هیچ رخصتی ندارم. خب شما ببخش سفر در افغانستان هم داشتین فکر کنم در امی اواخر یک سفر داشتین سفرتون سفر چی بود به چی منوال بود و چطور رفته بودین؟ سفر هنری که به افغانستان داشتم. سفرتون هنری بود پس؟ بله سفر هنری بود و از طریق تلویزیون آریانا دعوت شده بودم به کابل جانم که خیلی واقعا برام لذت بخش بود. و چند سال بعد رفته بودین به کابل؟ من اولین باری که به کابل جان رفتم دو سال پیش بود. سال اولی که هنر خوش رو کرده بودم تقریبا دو سه سال پیش بود که فقط با مدت دو روز اونجی بودم که در تلویزیون یک برنامه وان میلیون و یک پروگرام شبخند هم دو سه پروگرام اشتراک کردم و به خاطر کارا پس آمدم ولی که باز دوباره امسال به دعوت تلویزیون آریانا رفتم که اونجا یک کانسرت کاملا زنده داشتم و ناگفته نمونه پروگرام من همراه با نجیب جان عزیز به خیر هفته اول ماه آینده به نشر میرسه از تلویزیون آریانا. خب باشه سوالای بعدی را سوالا را بازم از شما طرح میکنیم اما حالا بازم میخوایم یک آهنگ زیبای شما را با بیننده های عزیز یک جا بشنویم و ببینیم و لذت ببریم. باش موسیقی
زیبایید.